نگاه به سیر وقایع رخ داده منطبق بر این سکانس اهمیت زیادی پیدا می کند. حال اگر نگاهی به اخبار سال 2019 میلادی بیندازیم، به مطالب شگفت‌انگیزی برمی‌خوریم. در بررسی اطلاعات مربوط به سال 2019 در می‌یابیم که در 13 آوریل 2019 ستاره رگولوس اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند، به نحوی که در برخی از وبسایت‌ها رگولوس یا قلب الاسد به عنوان ستاره برگزیده ماه آوریل 2019 معرفی شده و بسیاری از وبسایت‌های نجومی نیز به ستاره رگولوس و ارتباط آن با حرکت ماه از نزدیک این ستاره در حوالی 14 و 15 آوریل 2019 پرداختند. همان گونه که قبلا نیز ذکر گردید، ستاره رگولوس نقش بسیار مهمی در عقاید آخرالزمانی فراماسونری و ایلومیناتی بازی کرده و این ستاره نویدبخش آغاز عصر جدید ماسونی تلقی می‌گردد و طالع شخص دونالد ترامپ نیز به این ستاره پیوند زده شده است. پس از این اشاره خاص به ستاره رگولوس در آوریل 2019 میلادی و عبور ماه در حوالی 14 و 15 آوریل از نزدیکی این ستاره مهم و استراتژیک، ناگهان در 15 آوریل 2019 خبر شوکه کننده آتش سوزی کلیسای نوتردام پاریس به سراسر جهان مخابره گردید. در همان هفته خبرهای دیگری از آتش سوزی و انفجار در کلیساهای سایر نقاط جهان به گوش رسید و در تاریخ 22 آوریل 2019 دونالد ترامپ با کراواتی ارغوانی رنگ که به رنگ نمادین ستاره رگولوس می باشد در کنار یک خرگوش بسیار بزرگ عید پاک را جشن گرفت. در همان روز، یعنی در 22 آوریل 2019 میلادی، خبری مبنی بر فوت یک زن و یک مرد جوان در فستیوال موسیقی الهادی و پاگانی Rabbits Eat Lettuce به گوش رسید تا هفته جشن‌های عید پاک مسیحی سال 2019 میلادی که با رستاخیز مسیح علیه السلام پیوند دارد با وقایعی تلخ و تأسف‌بار خاتمه یابد. با توجه به اینکه عید پاک در باور مسیحیان به عنوان عید رستاخیز مسیح علیه السلام شناخته می شود، به نظر می رسد که تحرکات شیطانی فراماسونری جهانی و ایلومیناتی در آوریل سال 2019 میلادی عملاً تحرکاتی برای رستاخیز دجال بوده است و آتش سوزی کلیسای نوتردام، تخریب کلیساهای سریلانکا، مرگ مشکوک دو جوان در فستیوال پاگانی و الهادی Rabbits Eat Lettuce عملاً اقداماتی شیطانی برای بیدار نمودن دجال از خواب چند هزار ساله بوده و همزمانی این اتفاق با عید پاک مسیحیان نیز نوعی دهنکجی و اهانت به حضرت مسیح علیه السلام تلقی می شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در این سکانس از انیمیشن iPad Go 2 ملاحظه می گردد که بیداری دجال یا انتی کرایست همزمان با آتش سوزی کلیسا رقم می‌خورد و این مسئله به صورت نمادین مؤید این تحلیل است که آتش سوزی مشکوک کلیسای جامع نوتردام پاریس آغاز رستاخیز دجال بوده است و از سال 2019 میلادی به بعد باید شاهد آخرین تلاش‌های ایلومیناتی و فراماسونری برای به ثمر رساندن تلاش‌های چند هزار ساله شیطان و پیروانش باشیم.